هر نبوتی یه پیغام داره که پیغامش تحقق نقشه خدا تو زندگی ماست. از اونجایی هم که افکار خدا برای ما سلامتیه، پس نبوت پیغام سلامتیه. حالا چیزی که در واقع ما باید نگاه کنم، من برای دریافت این طرح نقشه الهی و این افکار سلامتی چه قدم ایمانی من باید بردارم؟ آیا باید کاری بکنم؟ نباید کاری بکنم؟ فقط باید صبر کنم؟ آیا قبلش باید چیزی در من عوض بشه؟ آیا چیزی باید در من تغییر پیدا بکنه؟ آیا من باید آماده اصلا بشم برای انجام اون کار؟ آیا من باید در واقع چیزی رو بسپارم به خداوند؟ آیا باید تقدیمی انجام؟ آیا باید قربانی بدم من؟ از کجا باید شروع بکنم؟ همه اینا خب؟ حالا اینها سوال‌هاییه که در واقع وقتی هم از خدا میتونی بپرسی، هم توی پیغام‌ها، موعظه‌ها، تعالیم گوش بزن که هر بار خدا یک چیزی به من بگه چرا من اینجا هستم؟ من برای چی اینجا هستم خدایا؟ فقط اومدم یه برکت بگیرم 100%. اما پیغام تو فقط این نیست که من یه برکت بگیرم. حتما یه چیزی ورای این هست. چون خدا ما رو فقط برای گرفتن جایی نمیبره، بلکه میده که ما بتونیم اون رو انتقالش بدیم. حالا چطوری؟ در وقت و زمانش، وقتی گوش به زنگ خدا باشیم، خدا هر بار یه پیغامی به ما میده، هر بار یه طریقی رو به ما میده، هر بار یه راهی رو ذره به ذره پازل کنار ما قرار میده. این به طور عمومی سواله. شاید پاسختو با این بدم. زمانی که خدا داوود رو انتخاب کرد برای پادشاهی، حکم پادشاهی و دعوت پادشاهی رو ازش کرد. بچه بود تو خونه، در واقع پدرش او رو مسحش کرد. از زمان دعوت خدا برای پادشاهی تا زمان پادشاهی چقدر طول کشید؟ و داوود از چه تجربیات عبور داد؟ از چه بخشش های عبور داد؟ از چه جنگ های عبور داد؟ چه قول هایی رو شکست داد؟ حتی دشمن شاول یکو هاش بر مسیح خداوند، نه فقط دست درازی بلکه زبون درازی هم نکنم. تو بعضی موقع میگه هاش بر دست درازی نکنم، اما بعضی موقع ما زبون درازی میکنیم. همه این ایام ایامی بود که داوود داشت برای پادشاهی تا رویای خدا به انجام برسه. یه چیزم که راجب نبوت باز هست، یه نبوت رو به نظر من نباید 100% گرفت. خب نبوت مثل یه ماهیه که از دریا میگیریش، خب یه سری فلس ازش میزنی، چیزای داخلش در میاری، تازه میشه باز ماهی. بعد سرخش میکنی، ولی باز وقتی میخوریش خارشو نمیخوری. اگر قرار ماهیه که از دریا گرفتی مستقیم بخوریش، به نظر من این نوع تفکر اشتباه راجع به نبوت. چون نمیشه در جا و 100% یک نبوت رو، ماهی رو تا گرفتی اینطوری بنداش تو دهنت مثل خرس بخوریمش. چون این نبوتی که ما اینطوری بهش نگاه کنیم میشه نبوت های کتاب مقدس، و اون نبوتی که یه روح خدا بر انبیا اومد و کلام خدا نوشته شد. پس اگر اینطوریه، هر نبی باید یک کتاب بنویسه دیگه، یک کتاب به کتاب مقدس اضافه کنه. در صورتی که اینطوری نیست، باید گوشتش خورد، استخونش هم بیرون گذاشت. 100% یه پیغام رو، البته نمیخوام راجع به اون بگم، 100% یه پیغام رو در جا قبول نکنیم. ببینید اصل پیغام چی میخواد بگه. مثلا تو تکرارش که میاد بهتر متوجه میشیم که دقیقا اصل مغز پیغام چیه. توی اولی که میگه جنبه های مختلفه یه پیغام ممکن تو، ولی دومی که میاد یه مقدار دقیق تر، سومی خیلی دقیق تر باید باشه. چون معمولا خدا پیغام دوم و سوم زمانی میده که تو اولی گیجیم، تو دومی یه ذره گیجیم، توی سومی قشنگ هدف رو ممکنه نشون بده. حالا من که نمیدونم داستان چی بوده، ولی عمومی دارم میگم، برای همتون میگم. خب و این به ما خیلی کمک میکنه که متوجه بشیم که اصل پیغام نبوت چیه، اون گوشت ماهی، اون گوشت لخمش چیه. ما بقیش دیگه به هر حال انسانیت همه ما میتونه وجود داشته باشه. و بعضی مواقع من دیدم شخص یه چی دیگه میگه، تو یه چی دیگه میشنوی، چون که منتظر یه چی دیگه هستی و همونطوری میشنوی که منتظرش بودی. بعد میگه با من اصلا همچی چیزی نگفتم،
میگه ولی من برای این دعا کردم. میگه ولی خب تو دعا کردی، من کاری ندارم تو برای چی دعا کردی، ولی اون چیزی که من گفتم این چیزی نبود که تو بخوای بشنوی به این شکل. تو که نبوت یه پیغامیه که دو نفر وجود دارن، هم شنونده ممکنه داستانه خودشو داره، هم گوینده داستانه خودشو داره. میخوام موانع شنیدن صدای خدا رو بگم که چه چیزای مانع شنیدن صدای خدا میشه. خب اونجا پاسخشو خواهم داد. میدونیم که شنیدن صدای خدا یک رابطه دو طرفه است، درسته؟ بین تو و خدا. پس دو تا شخص اینجا وجود دارن، پس یه گفته یه شنوده. ما هم انسان ها موجوداتی تأثیرگذار و تأثیرپذیر هستیم، پس به همین دلیل هر مانعی از طریق گفتگو یا گفت و شنود اتفاق میفته و هر مانعی از طریق رابطه ما اتفاق میفته و هر مانعی میتونه از طرف ضعف‌های درونی ما اتفاق بیفته. پس ضعف درونی، ضعف رابطه‌ای و عدم درست شنیدن و درست فهمیدنه. به همین دلیل میخوام یه سری از موانعی که در واقع توی شنیدن صدای خدا ممکنه به وجود بیاد با هم مرور بکنیم. اولین چیزی که ممکنه مانع از شنیدن صدای خدا بشه ضعف شخصیتی یا ضعف شخصیه، به نوعی بگیم خودکمبینی یا در واقع عدم هویت، هویتمون رو گم کردن. ارمیا 1:6 وقتی خدا بهش میگه که من تو رو برگزیدم از رحم مادر که چی بشی چی بشی، چی میگه؟ من طفل هستم، من کوچکم، من حقیرم. واژه طفل توی ادبیات عبری هم به معنی حقیر، کوچک، ناتوان، در واقع یه طرف بدون قابلیت و قابلیت‌های لازم رو ندارم یا اون شرایط و استانداردها رو ندارم. به همین دلیل بعضی مواقع یه نفر با اینکه بزرگه میگه رفتارتو خیلی بچگونه است. یعنی چی؟ این گونه واکنش‌ها از جانب تو و این گونه بروز رفتارها مطابق شخصیت تو نیست، پایین تر از سن و سال توست و بهتر رفتاراتو عوض کنی، شخصیت تو شکل بدی. پس اولین چیزی که در واقع ضعف شخصیتی یا هویتی یا خودکمبینیه. چون که خیلی مواقع وقتی شخص خدا میخواد دائم بهش پیغام بده، دائم آره نه من نه فکر نکنم این پیغام مال من نیست، نه من نمیتونم، نمیشه. خب هاش در یه مبارزه‌ای داریم با خدا میکنیم. همین مشکل رو تیموتائوس داشت دیگه. به خاطر همین پولس براش مینویسه، مطمئنا توی رساله‌ای که برای پولس نوشته بود، آره من نمیتونم، اینا به من گیر میدن، اینا اصلا من محل نمیذارن، اینها منو فلان نمیکنن، اینا منو فلان. پولس داره میگه اجازه نده کسی جوونی تو رو خار بشماره. خب یعنی دست خودته. اونا میگن تو چرا خودتو حقیر میکنی، اونا میگن تو چرا خودتو کم میبینی. اگه کم میبینم من تو رو دستگذاری که نمیکردم، این کم میدیدمت که نمیذاشتمت اونجا. خدا به تو داده، تو چیزای زیادی داری، پس اجازه نده حرفای مردم یا هر کسی که رو تو تأثیر میذاره در تو که خود کم بینی تولید کنه. و خیلی مواقع توی خدا همینطور، خدا یه چیزی به ما میده. اتفاقا رویاهایی که خدا به ما میده رویاهای کوچیکی نیست، بزرگه. و چون که بزرگه، بزرگتر از سایز ماست، ما خودمون رو ممکنه در مقابل اون کوچیک ببینیم. هر وقت احساس میکنی که توانایی تو بیشتر از رویای خداست، یا اون رویا از خدا نیست یا تو توهم وارد داشته. اما اگه احساس کردی که رویای خدا بزرگتر از توه، این میتونه از خدا باشه. چون معمولا رویای خدا چیزی که اولین چیزی که باشه روبرو میشی ممکنه بگی من نمیتونم. خدا هم میگه یک، تو قرانی تنهایی انجام بدی، دو، قوت من در تو کار انجام میده. خب چیزی که از تو میخوام اعتماده، به من اعتماد کنید. دومی چیزی که در واقع ممکنه رابطه ما رو در شنیدن صدای خدا دچار مشکل کنه، عدم شناخت کافی از کلام خداست. وقتی کلام خدا رو نشناسیم، خدا از طریق کلامش با ما صحبت میکنه. خدا زده کلامش با ما حرف نمیزنه. میگه هیچ پیغام نبی از خودش نیست، بلکه خب از خداست و از کلامه. میگه به شهادت و کلام، خدا از هر دو میخواد استفاده کنه. گواه میگیره،
و دائم هر چیزی که ما باید فیلتر کنیم باید کلام خدا. و اگه قرار خدا هم از طریق چیزی با ما صحبت کنه، باید از طریق کلامش با ما صحبت کنه. اتفاقا بهترین نبوت ها نبوت های کلامیه، یا مطابق کلام باشه یا نبوت های کلامی باشه، یعنی در نبوت کلامم باشه، پیغامی باشه. ولی بازم حواسمون باشه که فقط این نباشه به هر کس برسیم آره یه آیه برات دارم. اوکی؟ یعنی با آیه فقط حرف نزنیم. خب یه آیه ممکنه چند بعدی باشه که شخص یه هر قسمتش نگاه کنه بیاره یه جور به من میخورد، ولی توی پیغام ها خوبه خدای هدایت میکنه آیه ای رو بگیم حتما از اون آیه استفاده بکنیم. اما به طور خاص وقتی کلام خدا رو نشناسیم، هر چی که به ما بگه خدا برای ما عجیب غریبه و ممکن اصلا دوچار اشتباه بشیم. آره خدا اینه به من گفت، میگه ولی خب خلاف کلام خدا دیگه، کلام خدا یه چیز دیگه داره میگه. نه خدا به من گفت آره من از آسمان تو رو تایید کردم فلان کن، میگه خب ولی روش چی؟ قلب چی؟ وقتی ارمیا رو ما نگاه میکنیم، بریم ارمیا رو باب 17 آیه 9 رو باز کنیم، میگه دل از همه چی فریبنده تره. بعضی موقع دل به دل بقول ما دل دل میکنیم دیگه، فقط به دلمون. بعضی موقع میگه دلت چی میگه؟ دلت خیلی شکر میخوره. اتفاقا نباید زیاد به دل فوکوس کنیم یا به احساساتمون فوکوس. دل خیلی چیزا میخواد. دلم میخواد. خب دیدی دلم میخواست یا دلم میگرفت، دلم پوسید، دلم تنگ شد. دل دائم یا تنگ میشه یا گشاد میشه یا بزرگ میشه. یا میگه دل از همه چی فریبنده تر است و بسیار مریض است، کیست که آن را بداند؟ خب این راجع وضعیت ما داره صحبت میکنه. اما آیه بعدی میگه من یهوه تفتیش کننده دل هستم. همین دلی که میگه از همه چیز فریبنده تر، میگه من تفتیشش میکنم، من چکش میکنم. و آزماینده گرده ها، گرده ها هم که میدونید چیه دیگه، این دیگه سونوگرافیه دیگه، بگن مرو آزمایش کلیه و قلب و دل و جگر و برها کامله. آزماینده گرده ها هستم تا به هر کس بر حسب راههایش و بر وقف ثمره اعمالش جزا بدم. در واقع خدا میگه هم انگیزه تو رو، هم فکر تو رو و هم طریق تو رو داوری میکنم. خیلی مواقع میگه آقا دل من خوبه، میگه که دلت خوبه برای روشت غلطه. انگیزم خوب بودا، میگه مشکل با انگیزت ندارم اما روشت غلطه. یا روشم خوب بود، میگه خب روشت خوبه، میتونی یه کاری انجام بدی که همه بگن چقدر خوبه، اما انگیزت رو که من داوری میکنم، میدونم که انگیزت بده، میدونم که پشتش فکریه. پس در واقع یا هر طریق دیگه خدا میگه که ترازوی تقلب نزد خدا مکروهه. توی امثال میگه یعنی ما باید همه چیزمون با هم، ترازوت، سنگ ترازوت و روش اندازه گیریت همه با هم مطابقت داشته باشه. خیلی مواقع ما فریب میخوریم، من که کار بدی نکردم. خب کار بد نکردی، خب چرا؟ من که انگیزم بد نبوده. همیشه میگه انگیزه روش رو توجیه نمیکنه که بگم چون که انگیزم خوب بوده پس حتما روشم هم خوب بوده. و خیلی مواقع ما توی این فریب ها میفتیم. چون که چیزی که توی قسمت نبوت خیلی باید هوشیار باشیم، موضوع فقط شیطان نیست، موضوع روح فریبه. ما از طریق روح فریب، چون که روح فریب که در واقع نماینده شیطانه، ما میدیم یه دونه شیطان بیشتر نداریم. اوکی؟ کلن یه دونه از نظر فرشته یه دونه شیطان وجود داره. خب ولی روح فریب به طور خاص کار شیطان رو انجام میده، چون شیطان بیشتر کارش دروغه. به شیطان زور زیادی نداره، فقط از طریق فریب کار میده. و اولین روحی که به سراغ شخص میاد روح فریبه، چون که تنها طریقی که میشه یه ایماندار رو زد از طریق فریبه. و این خطر خیلی بزرگیه برای هر کس که باید حواسش باشه. اگه کلام رو نشناسی سریع فریب میخوری از طریق احساسات. آره این که خوبه، این که عالیه، این که بد نیست، این که از خداست، این که نمیدونم خدا میخواد یا خدا تایید کرده. ببین با کلام خدا مطابقت داره؟ روشم، انگیزم، فکرم با کلام مطابقت داره یا نداره؟
این به ما کمک میکنه، این همین فیلترهایی که دارم راجبش صحبت میکنیم و این ستا رو چک بکنم، آیا با خدا مطابقت داره، با کلام خدا مطابقت داره، همسوه، همجهته. جالبه وقتی سموئیل میگه وقتی خوابیده بود، خدا وقتی باهاش صحبت کرد صدای زد نفهمید، رفت سراغ ایلی، فکر کرد که ایلی داره باهاش حرف میزنه. بار دوم، بار سوم، بعد دیگه بار چهارم بهش گفت بابا اگر اومد این بار بگو من که نیستم. اگه کلام خدا رو میشناخت میدونست خدا چطوری دستن دعوت های خدا به چه شکله یا به چه صورته. خب طفلم بود، انتظاری هم نبود. بعضی موقع ما هم طفلیم، انتظار نیست الان، ولی اگه در کلام رشد بکنی شخص میتونه در شنیدن صدای خدا رشد بکنه، نه فقط در شنیدن صدای خدا، در که بلکه در نبوت رشد بکنه. سومین مانعی که میتونه در شنیدن صدای خدا وجود داشته باشه، نداشتن رابطه خوب و سالم با دیگرانه. اول تیموتائوس 2:8 باز کنید، میگه پس آرزو دارم که مردان یا زنان دستهای مقدس را بدون قیز و جدال برافراخته. میگه وقتی دستت با آسمان بلند میکنی آیا دستت مقدسه؟ قلبت مقدسه؟ انگیزت مقدسه؟ دعا میکنی خدایا اینو به من بده، آیا انگیزه مقدسه؟ دستت مقدسه؟ تو اینجا دست سمبل عمل کرده ماست، انگیزه های ماست، و نه فقط مقدس، بدون قیز، بدون جدال و بدون هیچ بدی باشه. وقتی یه نفر که مسیح میگه وقتی میخوای بری به حضور خدا قربانی تو بذار زمین، برو چیکار کن؟ برو مصالحه کن، مشکلتو حل کن. خب واقعا چند نفر ما قربانی همونو میذاریم میریم؟ حالا خود بی خیال دیگه، حالا همچین اینقدر قابل قربانی نبود. خاطر میگه باور کن کسی که عهد عتیق خوب بلدن بهتر میتونن زندگی مقدس داشته باشن، خیلی کمک میکنه، چون روش های زندگی پاک رو خدا به ما یاد میده. عهد جدید به ما کمک میکنه که اگر توی طریق کم آوردی ادامه بده، اما عهد عتیق اصول اخلاقی رو در واقع برای ما مشخص کرده، فقط عهد جدید فیض انجامش رو به ما میده. عهد جدید چیزی برای اون نمیگه، اتفاقا سخت‌تر میگه، درسته؟ مسیح میگه اگر در موسی میگه اگه زنا نکن، اگر تو دلت، یعنی سخت‌تره، اما اتفاقا شریعت مسیح سخت‌تر از شریعت موسی. یعقوب باب 5 آیه 16 و 17 هم که میدونید چی میگه، میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید، خب تو شفا بیای. یعنی اگه شفا نداری پس ممکنه یه مشکل رابطه ای داری، چون نمیذاره شفا بگیری، نمیذاره خدا برکتت بده، نمیذاره. به هر حال یه چیزی وجود داره که توی این رابطه با دیگران یه مشکلی وجود داره، باعث لغزش دیگران شدی، باعث افتادن دیگران شدی، باعث خیلی چیزا. 4، نااطاعتی مشخص از کلام و اوامر خدا. بعضی موقعی که یه نااطاعتی مشخص وجود داره، عشانش مشخصه بابا تو در این قسمت داری نااطاعتی میکنی، موضوع ضعف نیست، داری عمدن نااطاعتی میکنی، موضوع فقط افتادن هم نیست که میگه افتاد، میگه خب بلند شو، میگه باشه بلند میشم، میگه نه برای چی بلند میشم. 4، نااطاعتی مشخص از کلام و اوامر خدا. زمانی که یه گناه مشخصی وجود داره و میگه بیا بیرون، نه برای چی بیام بیرون، میگم افتادن یه چیزه، موندن یه چیز دیگه است. افتادن برای هر کسیه، ولی موندنه که خدا میگه اوکی افتادی افتادی، بلند شو بیا بیرون. بیا بیرون، نه برای چی بیام بیرون، نکن برای چی نکنه. و شخص وقتی با اصرار این کار انجام میده، این جلوی شنیدن صدای خدا رو میگیره. و مخصوصا نااطاعتی بزرگترین مانع است. نااطاعتی شاول باعث شد تو اول سموئیل 28 پادشاهیش در واقع صدای خدا رو نشنوه. خب دقیقاً اگه باز کنی باب 28 اول سموئیل 28، داستان شرایط زندگیه که توی شرایطی که هر کسی ممکنه مثل شاول داخلش بیفته. داستانه چون شاول لشکر فلسطینیا را دید ترسید. خب این ممکنه برای هر آدمی اتفاق بیفت، خب که یه بحرانی میاد، یه سختی میاد که میترسه. تا اینجاش مشکلی نیست، یک آدمه و دلش بسیار مضطرب شد. خب هر آدمی ممکنه همچی شرایطی رو ببینه واقعا مضطرب بشه.
آیه 6، شاول از خداوند سوال نمود و خداوند او را جواب نداد. پس قسمت اولش برای هر آدمی اتفاق میفته، اما قسمت دومش چرا برای ایماندار اتفاق بیفته؟ میگه خدا او را پاسخ نداد، نه به خواب، نه به اوریم و نه به انبیا. هیچ نبی هم براش نبوت نکرد. چرا؟ در صورتی این شخص طوری بود که خودش صدای خدا رو میشنید. درسته سموئیل نبی بود، ولی صدای خدا رو خودش میشنید. یه جاهایی هم خیلی خوب عمل کرد، اما یه جایی شروع کرد به ناطاعتی کردن. خوب شروع کرد اما بد تمام کرد. استارت خوبی بود، چون که فروتنی که خداوند آمد در میان قبیله های افرایم عددی نیستن، فروتنی کرد، ولی بعدش غرور برش داشت. و شاول به خادمان خود گفت زنی را که صاحب اجنه باشد برای من بطلبی تا نزد او رفته. ببین شخصی به کجا میرسدی. حالا شاید بعضی موقع شخص دنبال جادوگری نره، بگه بابا جادوگری بده، درسته از خدا نمیشنویم ولی جادوگری هم نمیکنیم. ولی سوال اینه که وقتی از جادوگری نمیشنوی، کلام خدا میگه ناطاعتی مثل گناه جادوگریه، یعنی تو نریم نتیجهش همون خواهد شد. چرا؟ چون گفتم موضوع اطاعت، یا تو زیر چتر خدا اطاعتی هستی یا بیرون از اون هستی. بیرون از اون دو تا چتر بیشتر نه، یا از خدا یا شیطان. وسط نیست که بگی آقا نه این ورم نه اون ورم، نه مال این ورم نه اون ورم، مال خودم هم. یا زیر چتر خدایی، بیرون بری اتومات زیر چتر. میگه نا اطاعتی که میکنی اتومات مثل جادوگری. چرا جادوگری؟ چون جادوگری تنها گناهیه که تو مستقیم با ارواح پلید ارتباط برقرار میکنی. پس ناطاعتی تنها گناهیه که مستقیم با ارواح پلید رابطه برقرار. سوال اینه که چه چیز تو رو به ناطاعتی میکشه؟ روح فریب. به خاطر همین مثل جادوگریه. و اولین روحی که در جادوگری کار میکنه روح فریبه، که هم فالگیر رو فریب داده، هم کسی که اومده پیشش تقاضای کمک میکنه رو فریب میده. به همین دلیل میگه گناه جادوگری همچون گناه ناطاعتی همچون جادوگریه. بعدی گناه ایلی کاهن نسبت به سازش با پسران گناهکارش بود، که یه جایی حالا موضوع پسر فقط خانواده نیست، موضوع سازش با گناه. باز گفتم افتادن در گناه یه چیزه، وقتی شخص میخواد بیا بیرون آدم کمکش میکنه، مثلا کلیسا کارش همینه، ولی شخصی نمیخواد بیا بیرون دیگه نمیشه باش سازش کرد دیگه، اونجا موضوع سازش کنار نمیشه اومد. ولی برای بلند کردن آمین، آدم بلند میکنه، کمک میکنه، بلند شو بیس، عوض کن، شروع کن، جبران کن. گناه قوم اسرائیل هم باعث شد رابطش با خدا قطع بشه. به خاطر همین میگه به خدا بگو با ما حرف نزنه، موسی تو برو با تو حرف بزنه. داوود تو مزمور 38 میگه صدای خدا رو نمیشنوم چون گناه کردم. خب بعد یه نبی مثل ناتان میره باهاش صحبت میکنه، بگن خودش از خدا میشنید، این همه مزمور از کجا میآورد؟ از خدا میشنید. خب وقتی نمیشنوه، یه نبی باید بره یه پیغامی بهش بده که بیدار بشه. متو باز داوود دیگه با صورت میخوره زمین، توبه میکنه، میره قربانی میکنه، گریه میکنه، ناله میکنه، خداوند بر من رحم کن. تازه میگه بچه‌ای که از تو به دنیا بیاد خدای نکشش. میگه باید بدونه که بدی در اسرائیل نمونه، اگه مال تو بمونه همه عادت میکنن به بدی کردن. این دقیقا مثل همون چیزی که سر سفورا انانیا اومد، بابا خالو بی خیال نکشش. تا دینا مهد جدید ها، عهد عتیق هم نیست، مسیح اومده رفته، پنتیکاست اومده، کار خدا شروع شده. پنجم چهارم، پس چند تا نمونه دادم به شما، ناطاعتی مشخص از کلام و اوامرش. پنجمی، نگذاشتن وقت کافی برای خوندن کلام و دعا در رازگاهان و نطلبیدن روی خدا. با این آیه تمام بکنم. دو تواریخ 7:14-15، اگر قوم من که به اسم من نامیده شدن متواضع شوند، فروتن دعا کرده طالب حضور من باشند، از راه‌های بد و گناهان خیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم کرد، گناه ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد. وقتی شخص واقعا طالب حضور خدا باشه، فرصت شنیدن از خدا هم هست.
منتها بعضی موقع میگه دل از همه چی فری بنده تله، اینقدر که صدای دلمون رو میشنویم صدای خدا رو، و باز میگردیم به همین صداها. صدای شیطان توجیه نفسه، دل رو قلقلک میده، دل رو تایید میکنه، و فکر میکنیم که از خداست. میگیم باشه، ظاهرا از خداست، توجیه هم شدی، آه مطابق کلام خدا هم هست. آخه نداره. سوال اینه، آیا این روش، آیا این فکر، آیا این تصمیم درسته؟ کتاب مقدسیه؟ گود. این مبحث شنیدن صدای خدا رو امیدوارم که کمکتون کرده باشه، خب، و چیزای زیادی رو ازش داشته باشیم. حالا درسای دیگه راجع به شناخت وسوسه و راه‌های اون، درسی مکمل اینه، خیلی کمک میکنه که در واقع چطوری بتونیم تشخیص بدیم چه چیزایی باز از خدا نیست و هم تشخیص خدا نیست و هم تشخیص خدا